به نام خدا، سلام مجدد. با جلسه آخر از دوره آموزش مقدماتی زبان‌شناسی جاوا در خدمتتون هستم. خب تو جلسه قبلی در مورد مبحث آرایه ها صحبت کردیم. مبحث آرایه ها رو با آرایه های یک بعدی شروع کردیم، تونستیم مقدار دیگه اولی کنیم بهشون، ازش از این مقادیر اولی استفاده کنیم، به مقادیری که داخل خونه های آرایه هست تأسیس پیدا کنیم، و بعدش اومدیم مبحث آرایه چند بعدی رو بهتون گفتیم و ازشون هم استفاده کردیم. تو این جلسه میخوایم در مورد دو مبحث مهم صحبت کنیم. مبحث اول مبحث exception handling یا مدیریت خطاهای داخل زبان‌شناسی جاوا است، که چجوری یک خطا رو بتونید تولید یا مدیریتش کنید. و مبحث بعدی مبحث متد هاست، متد ها یا فانکشن هایی که داخل زبان جاوا میتونید در نظر بگیریم و ازشون استفاده کنیم. خب موقع اجرای یک کدی به زبان جاوا ممکنه خطاهای مختلفی رخ بده. این خطا ممکنه به وسیله مثلا اشتباه برنامه‌نویس تو نوشتن یک سری از کدا باشه، مثلا سینتکس رو اشتباه نوشته باشه، یا مثلا یک سری عبارت ریاضی رو اشتباه نوشته باشه. مثلا برای نمونه تقسیم یک عبارت محاسباتی یا یک عدد بر صفر یک خطا تولید میکنه، یک خطای محاسباتی ریاضیات. چون داخل زبان ریاضی تقسیم بر صفر تعریف نشده، قطعا داخل زبان فرانسوی جاوا هم چنین چیزی تعریف نشده. وقتی به چنین چیزی برخوردیم، زبان جاوا به صورت پیشفرض خودش یک پیغامی نمایش میده که چنین خطایی رخ داده. و یه سری خطای دیگه که لازم نیست همشون رو حفظ کنیم یا یاد داشته باشیم. به صورت پیشفرض وقتی خطای داخل زبان فرانسوی جاوا رخ میده، جاوا اجرای برنامه رو متوقف میکنه و یک پیغام خطا برامون نمایش میده، که البته تعریف رسمی تر برای چین جمله که الان گفتم اینه که جاوا یک اکسپشن یا یک استثناء پرتاب میکنه، true and exception یا true and error. خب برای اینکه بتونین ارورهای داخل زبان بحث جاوا مدیریت کنین و با ایجاد یک ارور یا خطا برنامه متوقف نشه و ادامه پیدا کنه، میایم از مبحث مدیریت خطا استفاده می‌کنیم. برای این کار ساختار try and catch تعریف شده، که به این شکل نوشته میشه: try تو این قسمت block while code to try و بعدش catch می‌کنیم خطامون رو، exception مثلا، که اینا رو توضیح میدم براتون. بلاک کد تو هندل ایررز. خب ساختار مدیریت خطا داخل زبان جاوا به این شکله، از دو قسمت تشکیل شده معمولا، قسمت try و قسمت catch. قسمت ترای میاد یک کدی رو چک میکنه که داخلش خطا ممکنه وجود داشته باشه یا نه، که اون کد رو شما اینجا می‌بینید، ممکنه یک خط باشه، ممکنه چند خط باشه. خب اگه خطا اینجا رخ نده که این دستور کامل اجرا بشه، دستور داخل ترای، و در انتها میره بعد از بلاک کچ و دیگه جا رو اجرا نمی‌کنه، میره بعد از اینجا خط 12. ولی اگه یک خطا اینجا رخ بده، با استفاده از این متد کچ میاد و اون خطا رو میگیره، اکسپشن اون خطا رو میگیره، اسمش رو حالا اینجا نوشتیم ای، و یه سری کار دیگر برام انجام میده دیگه، این کد اجرا نمیشه. از همون جایی که خطا رخ داده باشه، از اونجا به بعد دیگه اجرا نمیشه و این کدی که داخل متد کچ هست اجرا میشه. دقت کنید که این دو تا متد دستور همیشه با هم میان. برای نمونه من میخوام یه مثال از این بزنم، این قسمت رو کامنتش میکنم. خب من میام یه دونه آرای در نظر میگیرم، آرای مثلا my number، خب و برابر است با مقداری اولی میکنم، چیزی که جلسه قبلی داشتیم، یک و دو و سه. خب الان آرای هم سه تا مقدار داره، یک و دو و سه. خب الان اگه و طولش هم هست سه، الان اگه من به خونه از این آرای دسترسی پیدا کنم که مقدار نداشته باشه،
به هم ارور میده، یه دونه اکسپشن یا خطا تولید میکنم برام. مثلا من exam system dot out dot println میگم که از آرای my numbers، خب مثلا خونه 10 رو بهش تخصیص دسترسی بده و مقدارش رو نمایش بده. داخل آرای my numbers من فقط سه تا مقدار دارم، خونه اول، دوم، سوم، مقادیر 1 و 2 و 3 داخلشون داخل شدن، دیگه خونه 10 ندارم. پس وقتی من این اجراش کنم ازم ارور میگیره که البته اینجا هم روی قسمت اندیس وایسین خودش بهتون میگه که چنین اروری قرار رخ بده. Array index is out of bound. اجرا میکنیم. مفهومش اینه که اندیسی که برای آرای در نظر گرفتیم خارج از این محدود است. خب اینجا دقت کنید یه دونه اکسپشن تولید کرد. خب و اکسپشنش هم تیترش هست این Array index out of bounds exception. یعنی این اندیسی که هم در نظر گرفتیم داخل آرایتون، خب از حداکثر خونه‌های این آرایتون مقدارش بزرگتره و داریم به خونه دسترسی پیدا میکنی که داخل این آرایه نیست. اینه گفته اندیس 10 خارج از این طول 3. خب اینو من کوچیکش کنم. خب حالا میخوام با صورت ترنکش این خطایی که دارم پیش میاد رو مدیریت کنم. من کد رو کات کنم، عبارت ترای رو می‌نویسم، اون کد رو داخل ترای می‌نویسم، چون مطمئنم این کد خطا ایجاد میکنه یا حتی اگه احتمال هم میدیم که خطا ایجاد میکنه داخل ترای بنویسیمش. خب قسمت بعدی کش رو می‌نویسیم و یه دونه اکسپشن تولید میکنیم داخلش. خب این هم به این شکل. خب میگم که این کد رو امتحان کن، اگه به خطایی برخوردی دیگه ادامه نده از اون خط به بعد و بیا هرچی داخل کچ هست رو انجام بده. خب من میگم مثلا اگه به خطایی برخوردیم این عبارت رو برام چاپ کنه. something went wrong. خب یه بکستش این اینجا بذارم خوشگلش کنم. خب الان این اجراش میکنم. خب اگه دقت کنین تو برنامه قبلی که ما اجرا کردیم فقط این قسمت رو نوشتیم، برنامه بهمون خطا داد، خطاش هم بود Array index is out of bounds. خب ولی تو این قسمت که من داخل ترین کش نوشتم بعد اینکه خطا رخ داده شده رفته و هر کدی که داخل دست کد بلاک کش هست رو برامون انجام داده و نمایش داده. اون هم اینه که something went wrong، یعنی اشتباهی رخ داده رو برامون نمایش داد به این شکل. خب دیگه اون قسمت قرمز رنگ که تو مثال قبلی بود رو برامون نمایش نداد. خب به ساختار ترین کش میتونیم یک متد یا کد بلاک دیگه اضافه کنیم به اسم کد بلاک فاینالی. خب کد بلاک فاینالی چیه؟ شما وقتی دارین از ساختار ترین کش استفاده میکنین اگه داخل ساختار ترای خطای رخ بده هرچی داخل کش باشه انجام میشه، ولی اگه داخل ساختار ترای چیزی خطای رخ نده کامل دستور داخل ترای انجام میشه و دستورات بعد از کش کامل اجرا میشه، دیگه دستور داخل کش اجرا نمیشه. ولی بعضی وقتا شما احتیاج دارین چه دستور داخل ترای کامل انجام شد چه دستور داخل کش انجام شد، حتما یه سری دستورات انجام بشن یا اکزیکیوت بشن. توی مواقع میان و داخل کد بلاک فاینالی این دستوراتون می‌نویسین. مثلا من میخوام که بعد چه ترای انجام شد چه کش انجام شد یک پیغام نمایش بدم خروجی system.out.println try and catch is finished. خب اجراش میکنم در کستش n. خب الان من اجراش کنم. خب تو این حالت که خطا رخ میده پس دستور داخل کش انجام میشه و بعد یعنی این قسمت نمایش داده شد و قسمت بعدی که نمایش داده شده چیزی که داخل فاینالی هست.
حالا من این ارور رو از اینجا رفش میکنم، مثلا میذارم خونه دوم. الان دیگه اگه فروشم وایسم دیگه ارور به هم نمیده. خب اینجا اول مقدار اون خونه رو نمایش داد که مقدارش از 3، بعدش چیزی که داخل بلاک فاینالی هست رو برامون نمایش داد. پس چه خطا رخ بده چه خطا رخ نده، این دستور رو برامون حتما انجام بده. کاربرد فاینالی به این شکل. خب مبحث بعدی مبحث ترو کردن یک اکسپشن یا پرتاب کردن یک خطا اصطلاحشه. برای وقتی استفاده میشه که شما خودتون خود برنامه‌نویس میخواد که یک خطا رو ایجاد کنه. مثلا میگه اگه یک شرایط خاصی برقرار شد یک خطا ایجاد کن و بگو که چنین شرایطی مثلا نمیشه وجود داشته باشه. خب با این مثال این قسمت رو بهتون بگم. مثلا میخواییم برنامه بنویسیم که یک سنی بعد کاربر بگیره و اگر این سن کوچکتر از 18 بود که به که دسترسی شما غیر ممکن، و اگر نبود به که دست یعنی بزرگتر از 18 بود به که دسترسیتون دسترسی داری. خب من یه دونه متغیر به اسم ایج مثلا در نظر میگم، مقدارش مثلا میگم 17 نقطه بگوی. خب میگم اگه این ایجی که دارم کوچکتر از 18 بود، خب فعلا اینجا چیزی ننویسم، بلاک بعدی رو بنویسم در این صورت. خب به این شکل. خب قرار بود اگه سنمون بود تا 18 بود نمایش بده تسلیم دست دست پرینت چی رو نمایش بده؟ مثلا access granted. You are old enough مثلا. خب این قسمت هم بنویسم. خب مثلا میخوایم بگیم که اگه سن بزرگتر از 20 بود که بگه access grant یا دسترسی شما قابل قبوله و شما بند کافی اون سن هستید و دسترسی دارید، ولی اگه کوچکتر از 18 باشه باید مثلا یک خطا رخ بده اینجا که این خطا رو باید خودمون تولید کنیم و یک پیغامی باهاش نمایش بدیم. اینجور مواقع می از عبارت یا کلمه کلیدی ترو استفاده میکنیم. ترو یعنی یه دونه خطا رو میخوایم خودمون ایجاد کنیم. ترو نیو. خب خطاهای مختلفی داخل زمان جاوا هستن که میتونیم از هر کدوم برای ایجاد کردن این خطا استفاده کنیم. مثلا arithmetic exception یا خطاهای محاسباتی که معمولا برای همیشه برای خطایی که تو ریاضیات رخ میده، خطای ریاضی ازش استفاده میکنیم. یا مثلا array index out of bound که برای دسترسی به مقدار خونه از آرای استفاده میشه که داخل آرای نیست، و ارور مختلف که معمولا از اریتمتیک بیشتر استفاده میکنیم تا بقیه. بر همین فقط مثال همه یکی رو میگه. خب through new arithmetic exception. خب یک خطای ریاضی یا محاسباتی رو میخوام ایجاد کنم، پس نیستم through new اسم خطامون exception arithmetic exception که البته نوع خطا بود، و بعدش داخل این قسمت پیغام که قرار نماشته بشه رو مینویسیم. مثلا نویسیم access denied، دسترسی غیر ممکنه. You must be at least 18 years old. خب نکستش اینو بینشه. خب اجرا من 17 دادم، قبل اینکه 17 بدم من 19 بدم بهش اجرا بگیرم. اینجا نقطه ویرگول نداشتم اینجا. خب اگه دقت کنین قسمت دوم کدمون اجرا شد، قسمت امس و نمایش داد access granted you are old enough. خب حالا اگه من به جای 19 17 رو وارد کنم و اجرا کنم
چه کاری انجام میشه؟ اگه دقت کنید یه دونه اکسپشن خودمون تولید کردیم و از نوع arithmetic exception یا خطا ریاضی محاسباتی، و پیغامی که به اون نمایش داد اینه که دسترسی شما غیر ممکن یا محدوده و باید حتما 18 سال داشته باشه. خب اینم از true کردن یک exception. خب مبحث بعدی که میخوایم بگیم مبحث متد یا توابعی که داخل زبان جاوا میتونیم خودمون تعریف کنیم. خب متد چیه؟ متد یک سریز خط کدی که فقط وقتی اجرا میشه که شما فراخونی کنید این متد رو، که میتونی این متدی که در ضمن بگیم بهش یک سری مقادیر رو پاس بدیم به عنوان پارامتر و از اون مقادیر داخل توابعتون استفاده کنیم. متدهای توابع برای انجام دادن یک سری کار خاصی استفاده میشن که اون کار خاص رو شما داخل کد بلاکشون باید تعریف کنید و الگوریتم و کدش رو بنویسید. حالا چرا متدها رو داخل زبان جاوا تعریف میکنیم و ازشون استفاده میکنیم؟ متدها چون داریم کد رو یه بار فقط تعریف میکنیم و بعدش هر جا لازم شد از این متد استفاده میکنیم، دیگه از کل کد استفاده نمیکنیم، برای این مفیدن برامون که کد رو یه بار فقط می‌نویسیم و هر جا لازم شد ازشون استفاده می‌کنیم. دیگه لازم نیست کد رو مثلا اگه چند جا لازمه که از اون کد استفاده کنیم، دیگه مثلا برای اون کد مثلا این خط رو بنویسیم. خب برای اینکه شما یک متد رو تعریف کنید داخل زبان جاوا، شما باید اولا داخل یک کلاس این کار انجام بدید. کلاسی که ما داریم اسم کلاس هست مین. پس من اینو کوچیکش کنم. خب دیگه نه پاکم بکنم نمید. خب اول باید داخل یک کلاس این کار انجام بدیم و متد رو تعریف کنیم. دقت کنید الان خودتون به صورت پیشفرض متد اینجا داریم، متد مین که متد پیشفرض داخل زبان جاوا است و فقط این متد اجرا میشه هر جا لازم شد و متد تعریف کردیم. باید داخل این متد مین اون رو فراخونی کنیم تا بتونیم از اون متد هم استفاده کنیم. خب پس اینجا یه دونه متد خودش تعریف شده. خب برای اینکه شما خودتون یه دونه متد تعریف کنین، باید چند قسمت رو در نظر بگیرید. اول اینکه مشخص کنین این متدی که در نظر می‌گیرین مربوط به فقط همین کلاس یا نه، که این موضوع رو با استفاده استاتیک بودن یا نبودن این متد در نظر می‌گیرید. خب مبحث بعدی اینه که باید مشخص کنین این تابعتون یا این متدتون مقداری برگشت میده یا نه. چون قرار ما این متد رو داخل تابع مین استفاده کنیم و فراخوانی کنیم، پس میتونیم موقع فراخونی کردن اگه لازم باشه یک مقداری که داخل این متد محاسبه شده رو برگردونیم به اون جایی که این تابع فراخونی شده، یعنی داخل تابع مین، و از اون مقدار استفاده کنیم. حالا اگه لازم نیست چه این کاری انجام بشه، میتونیم از void استفاده کنیم. اگه نمیخوام از void استفاده کنیم و مقدار برگشت داده بشه، نوع برگشتی رو می‌نویسیم. مثلا اگه integer می‌نویسیم، یا اگه char می‌نویسیم، یا اگه مثلا double می‌نویسیم الی آخر، که فعلا ما ویدش رو در نظر میگیریم. قسمت بعدی اسمی برای متدتون در نظر میگیریم، مثلا my method به این شکل. هر اسم دلخواهی با همون قوانینی که برای اسم‌گذاری متغیر رو در نظر میگرفتیم برای متد هم به همون شکلی یه اسمی رو در نظر بگیم براشون. خب که هر جا لازم باشه از این متد استفاده کنیم، باید اسمش رو بنویسیم و پارامترها بهش پاس بدیم. امرسی مال متد اگه پارامتر هم داره پارامترها بهش پاس بدیم. خب قسمت بعدی جوره مال متد پرانتز باز بسته می‌کنیم و اگه لازمه متد پارامتری یا آرگومانی به این تابعتون ارسال بشه یا مقدار به این ارسال بشه، توی قسمت آرگومان ها رو می‌نویسیم. فعلا من خالی می‌ذارم، یعنی که هیچ پارامتری بهش ارسال نمی‌کنم. خب کد بلاک باز می‌کنم، کدی که مد نظرم هست رو اینجا می‌نویسم. هر چند خط کدی که شد اینجا می‌تونیم بنویسیم و بلاک رو می‌بندم. خب الان من می‌تونم داخل تاب مینم از این مای متد استفاده کنم. دقت کنید چون هیچ پارامتری نمیگیره، برای همین داخل پرانتز رو اینجا خالی گذاشتم و برای استفاده ازشم فقط اسم اون متد تابع هم بنویسم. شما با چنین چیزی قبلا آشنا شدید داخل ریاضیات دبیرستان. شما اگه یادتون باشه چنین چیزی داشتیم داخل ریاضیات، مثلا x به توان 2. خب میمونی توابع رو در نظر میگرفتیم y برابر با fx مثلا، خب که f اسم تابعتون بود،
x اینجا پارامترهای ورودی تابعتون بود، ورودی های تابعتون، یعنی میتونستیم به جای x یک مقدار قرار بدین، x میرفت داخل ضابطه تابعتون و داخل به جای داخل ضابطه به جای x قرار داده میشد، یک مقدار محاسبه میشد. مثلا اگه f2 رو میخواستیم محاسبه کنیم، 2 میرفت جای x قرار داده میشد، 2 به توان 2 میشه 4 و 4 برگشت داده میشد و داخل y قرار داده میشد. قرار با چنین چیزی شما داخل ریاضیات آشنا هستیم، الان هم تقریبا یه همچین چیزی داریم. خب میتونه الان دقیقا همچین چیزی رو من داخل زبان جاوا بنویسم. اسم تابع هم هست اینجا F، پس اینجا هم اسم متد یا تابع رو می‌نویسم F، اینجا هم F رو فرق خواهی می‌کنم. خب یه دونه پارامتر ورودی دارم به اسم X، پس اینجا هم یه دونه پارامتر ورودی می‌نویسم اسم X. حتی داخل زبان جاوا باید انوار رو مشخص کنیم، اینو R، و مقداری که محاسبه میشه برگشت داده میشه و داخل یک متغیر ریخته میشه به اسم Y. خب پس اینجا هم از نوع int نیست و نوع برگشتی داره، پس از نوع int می‌نویسم. خب وقتی از نوع int می‌نویسم باید یک عبارتی ریترن بشه یا برگشت داده بشه. خب ریترن می‌کنم چی رو؟ مثلا مقدار x به توان 2. خب توان رو داخل زبان جاوا توان 2 رو می‌تونیم به این شکل در نظر بگیریم، x در x. خب نقطه ویژگی دقت کن، اگه این قسمت رو ننویسین وقتی نوع برگشتی اینتیجر یا دوباره یا الاخر هرچی به غیر از وجود در نظر میگیدین، کدتون اختار میگیره، میگید من ریترن کم گذاشتیم یا ننوشتیم، برای همین باید ریترن رو بنویسیم به این شکل. خب داخل موقع تعریف کردن هم یه دونه مقدار بهش ارسال میکنیم و نمایشش میدیم، مثلا system.out.println مقدار f مثلا 3 رو نمایش بده. یعنی داخل تابع f، f رو فراخونی کن، داخل تابع f به جای مقدار x خوش نوشته x 2.3 مقدار 3 رو جایگزین کن. خب تابع f فراخونی میشه، مقدار x میشه 3 اینجا چون 3 فرستاده شده به تابعمون، و داخل تابع مقدار x ضرب در x محاسبه میشه، یعنی 3 3 تا 9 تا و برگشت داده میشه. خب نمایش بدیم، مقدار 9 برامون نمایش داده شد به این شکل. چون تابع f رو من در نظر گرفتم اینجا، پس هر جا لازم شد میتونم از تابع f هم استفاده کنم، پس دیگه محدودیتی ندارم که بخوام تابع f رو ازش استفاده کنم. دقت کن اگه من از تابع استفاده نمی کردم اینجا، مثلا من اینجا برسنم مقدار a برابر است با x در x اینتر a برابر است و مقدار a رو برگردم. خب اگه به جای اینکه از تابع استفاده کنم، از خود کدی که داخل این بود استفاده کنم، هدف باید مثلا x در x رو می‌نویسم الی آخر. اگه تعداد خطا بیشتر می‌شد، باید کل اون خطا رو هدفی که می‌خوام استفاده کنم برای هر کدوم از این مثالام بزنم. ولی دیگه اینجا فقط یه بار که تعریف کردم تابعم رو، از این بعد از اون تابع استفاده می‌کنم. مثلا f مثلا 10 رو می‌خوایم محاسبه کنیم. خطه این دفعه دوباره سیستم out.println و این کد رو من کاست میکنم و اینجا پیست کنم. حالا نمایشش بده، دیگه محدودیتی نداریم که از کد استفاده کنیم. اول 9 نمایش داده شد برای x مساوی 3 و x مساوی 10 مقدار 100 رو نمایش داد. خب اگه پارامترهای ورودی تابعتون یه دونه نمایشه و چند تا باشه، میتونید توی خط همه رو تعریف کنیم و بینشون از کاما یا ویرگول استفاده کنیم. مثلا این تابعی که من در نظر گرفتم ممکنه مثلا دو تا ورودی بگیره، بینشون ویرگول میذارم و ورودی دیگر رو می‌نویسم. خب این دفعه مثلا این دفعه ورودی رو عوض کنم، مثلا استرینگ از ورودی دریف کنم، استرینگ مثلا fname و string name، first name و last name رو میفرستیم به تابعمون، تابع میاد و یه دونه string person برابر است با f name و علاوه l name کن، پس نام خانوادگی رو داخل متغیر اسم person قرار بده و نمایشش بده. دیگه اینجا
مقدار برگشتی ندارم، برای همین void بزنم. این قسمت هم پاک میکنم. سیستم داز اوت داز println %. خب توی این قسمت هم متد f رو فراخون میکنم، اسمش هم واسه کنم که یه اسم بهتر باشه، مثلا my method. خب اینجا نیستم فراخونش میکنم my method، دو تا وری بعدش بفرستم، مثلا محمد ویربول فردین. خب اینجا هم خودش نوشت که برای اف نیم محمد قرار میشه و برای ال نیم فردی قرار میشه. اجراش کنیم. خب محمد فردین رو درم تشکیل داد داخل تاب مای متد و نمایشش داد. خب بقیه متدها رو میتونیم به همین شکل تعریف کنیم، کلیتش رو بهتون گفتم. خب این سری از این دور از آموزش مقدماتی جاوا این جلسه به اتمام رسید. امیدوارم استفاده لازم رو برده باشین. اگه سوالی، نظری، انتقاد، پیشنهادی داشتین میتونین تو پی وی به اطلاع بدین. ممنون میشم ازتون. خیلی ممنون ازتون و خدا نگهدار.